یکی از مهمترین مشکلاتی که صنعت با اون روبرو میشه بحث خوردگی تجهیزات و سازه‌های فلزیه. حالا یکی از فارغ التحصیلان رشته مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه امیرکبیر نانو کپسولی رو تولید کرده که یه محصول هوشمنده و از خوردگی این تجهیزات جلوگیری میکنه. پوشش‌های پلیمری سازوکارهای مختلفی، مکانیزم‌های مختلفی وجود داره که این مقاومت به خوردگی رو افزایش بدن. یکی از جدیدترین ترندها یا جدیدترین رویکردها به بحث پوشش‌های خوردگی استفاده از پوشش‌های هوشمند محرک پاسخ است. پروژه‌ای که ما انجام دادیم طراحی و ساخت این پوشش هوشمند ضد خوردگی است که این قابلیت رو داره که خود ترمیم شونده هم باشه. این در واقع ما در این پروژه نانو کپسول هایی رو سنتز کردیم که این نانو کپسول ها این قابلیت رو دارن که در شرایط خوردگی و در محیط خوردگی که قرار میگیرن بازدارنده خوردگی رو از خودشون رهایش میدن. الان محصول شما به صورت این محلوله، درسته؟ بله، محصول ما به صورت نانو کپسول هستش که به روشی به یکی از روش‌های پلیمریزیسیون به نام مینی امولشن سنتز شده. این نانو کپسول بعد از اینکه سنتز میشه فیلتر میشه، خالص سازی میشه و در پوشش‌های متداول پلیمری دیسپرس میشه، یعنی در واقع در اون پوشش پلیمری پخش میشه و بر روی سطوح فلزی، زیرآیندهای فلزی اعمال میشه. همینطور که مشاهده میکنید سطح روی کپسول ساختارش به نحوی طراحی شده که پیوندهای حساس به واکنش‌های الکتروشیمیایی درش وجود داره، یعنی در واقع نسبت به یه محرک بیرونی حساس شده. زمانی که در معرض اون محرک خارجی قرار میگیره این پیوندها تخریب میشه. با تخریب شدن این پیوندها هسته کپسول از جدارش، از پوستش خارج میشه و رهایش اتفاق میفته. این مکانیزم کلی میکروکپسول یا نانوکپسول های محرک پاسخ هستش که توی این پروژه استفاده شده. چرا به این فکر افتادین که همچین محصولی رو تولید کنین؟ ببینید، تو بحث پوشش های ضد خوردگی تلاش های خیلی زیادی شده، هر کدوم هم یه سری معایب و یه سری مزایایی وجود داره. اون چیزی که مد نظر ما بود این بود که ما بازدارنده خوردگی رو بر حسب تقاضا در به صورت لوکال در محیط آزاد کنیم. این در واقع به صورت هوشمند بازدارنده رو جایی که امکان شروع خوردگی وجود داره رو آزاد بکنیم. خب این دانشجویان از ما واقعا دارن فعالیت میکنن، واقعا دارن کار میکنن و با کمترین امکانات. خب شما مستحضر هستید که مواد شیمیایی تو این مملکت بسیار گرونه اگر کارهای حساسی میخواییم انجام بدیم. من توقعم اینه از در واقع از سیاست مداران، از بزرگان این مملکت که به اینها یه مقدار برسه، یه مقدار بورسی های خوبی رو به اینا بده تا اینا بتونن کارهای خیلی بهتر از این انجام بدن.